با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت از شما دوستان و همراهان همیشگی. ادامه مبحث آرایه ها رو امروز میخواییم که با هم دیگه کار کنیم. بازی 4-5 آرایه اصطلاح خوب براتون گلچین کردیم. هنوزم ما نمیخواییم سراغ اون آرایه های مثل تشبیه و استعاره و مجاز و نفع بریم. فعلا همونطور که گفتم تا دو جلسه اول همینطوری داریم با شیب ملایم با آرایه هایی که خیلی جذابتر هست برای دانش آموز شروع میکنیم تا به یه حد نصابی برسیم، کلاس همون تعدادش مشخص بشه بچه ها و بریم سراغ اصل داستان. مذارت کاری کنیم الان تصویر داشتن خدا نکنه. یک دو یک دو سه امتحان میکنیم. میاد الان صدا. خب با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما همه دوستان و همراهان عزیز، با بخش دوم آرایه ها امروز در خدمتتون هستیم. همونطوری که از اولش هم با هم دیگه قرار گذاشتیم، ما هنوز سراغ آرایه هایی مثل تشبیه، مجاز، استعاره نمیریم و با همون آرایه های سبک و دل ساده کار خودمون ادامه میدیم تا حد نصاب کلاسمون مشخص بشه، تعدادمون مشخص بشه و یه کار به صورت حرفه‌ای بشه. آرایه هایی که امروز براتون انتخاب کردیم، یه آرایه اولش حسن تعبیر، خیلی آرایه خوبی از اون آرایه هاست که درگیرش میشیم، خیلی باهاش ارتباط برقرار میکنیم و خود من شخصا از اون آرایه های دوست داشتنیه برام. یعنی خیلی سعی میکنم که توی تستا خودم توی تستای ترکیبی بودتر از همه با حسن تحلیل شد. حسن تحلیل اصلا یعنی چی؟ یعنی آوردن علت که ادبی، شاعرانه و غیر واقعی برای امر. این علت سازی مبتنی بر تشبیه است و هنر آن زیبا یا زشت نمودن چیزی است. خب یه تعریف همچین شست و رفتش بود دیگه. ساده بخوایم بگیم یعنی این که برای پدیده علمی یه دلیل غیر واقعی، خب پدیده علمی دلیلمون غیر واقعی. آقا این افتاد، این که چرا میفته؟ خب جاذبه است. این آقای قضاتی ثابت میکنه که چرا میفته، با چه سرعتی میفته، چه نیرویی وارد میکنه و و و و و یه سری چیزا ثابت میکنه که این اصلا از افتادنش پشیمون میشه. اما ما میایم از زاویه نگاه یه شاعر به داستان نگاه میکنیم که این چرا افتاد. شاعر سواد فیزیک، شیمی، زیست نداره. اون میاد از دید نگاه خودش به داستان نگاه میکنه و میخواد یه جوری توجیه کنه، میخواد یه جوری خودشیرینی کنه، یه جوری خودش رو برای شما بانمک جلوه بده و برای یه پدیده علمی یه دلیل غیر واقعی میاره که با منطق تو سازگار نیست. یعنی وقتی که بیت حسن تحلیلدار رو میخونی یه جورایی به شعور شاعر شک میکنی، یه پوزخند عاقل اندر صفی گوشه چهرهت میشینه و خودت میگه بابا اینه که بچه 4 ساله میفهمه، این چرا اینجوری جواب داد؟ این چرا این دلیل آورد براش؟ ببین مثلا توی این سه تا مثالی که اینجا برات آماده کردیم، ما علت باریدن باران یا
یا ابر رو میخوایم که بررسی کنیم. خب بخار آب یه سری جریان هوای سرد و گرم، چهار تا ایون مثبت منفیه که منم درست سوادیشون ندارم، باعث باریدن بارون میشه. حالا نگاه کنیم ببینیم شاعرها چجوری این باریدن باران رو دارن برای خودشون توجیه. میگه باران همه بر جای عرق میچکد از ابر، پیداست که از روی لطیف تو حیا کرد. ببین داره میگه ابر به خاطر چهره زیبای تو، دیدن چهره زیبای تو عرق کرده و این بارون همون عرق ابره که داره از خجالت همینجوری عرق میده که تو اینقدر زیبا. پس برای باریدن باران که یک پدیده علمیه ما اومدیم یه دلیل غیر واقعی آورد. توی بعدی میگه توی بهانه آن ابرها که میگریم، بیا که صاف شود این هوای بارانی. یعنی علت باریدن ابر یا گریه کردن ابر که حالا نوعی تشخیص و جانبخشی به اشیا هم داره، دور موندن از معشوق عنوان شده. توی بهانه آن ابرها که میگریم، اصلا اعتقادی به اون جریان هوای گرم و بخار آب و جریان هوای سرد نداره. داره میگه ابر چون از تو دور مونده داره گریه میکنه. توی بعدی داره میگه رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار، گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد. انقدری که ابر داره این نامردی های دنیا، بیوفایی های مردم دنیا رو میبینه، همینطوری داره گریه میکنه و بارون میاد. خب ببین پدیده‌ای هستش که پدیده علمیه، باریدن باران. خب یه پدیده علمیه و این سه تا بیت سه تا نگاه شاعرانه به یک پدیده علمی. حسن تحلیل دوستای من باید دو تا شرط اساسی داشته باشه. دو شرط اساسی چیه؟ یک، پدیده باید یک پدیده علمی باشد. این که من به تو بگم چرا کلاس منو ثبت نام نکردی، تو بگی قیافت خوشم نمیاد، این حسن تحلیل نیست. چون پدیده یک پدیده علمی نیست، دلیل تو هم دلیل ادبی نیست. پس دومی، دلیل ما دلیل باید ادبی و غیر واقعی باشد. این دوتا شرط رو حسن تحلیل باید داشته باشه، اگر نباشه اصلا حسن تحلیل نیست. بنابراین در برخورد با این آرایه باید از خود بپرسیم که اصلا این علت از نظر عقل و منطق پذیرفتنی هست یا نه. یعنی تو واقعیت این دوتا به هم ربطی دارن؟ اینی که ابر چون داره نامردی دنیا رو میبینه بارون میاد، ربطی به هم دیگه دارن؟ اگر ربطی نداشتن پس بیت ما حسن تحلیل داره. شما باید شرط اول رو لحاظ بکنی. توی برخورد با حسن تحلیل اول از خودت باید بپرسی که آقا پدیده من پدیده علمی هست یا نه. اگر جوابت مثبت بود بری سراغ مرحله دوم، ببینی دلیلش که شاعر آورده دلیل غیر واقعی هست یا نه. اگر اینم جوابش مثبت بود پس بیت حسن تحلیل داره. حسن تحلیل یه آرایه کاملا معنویه، یعنی شما باید بیتو درست بخونی، درست معنی کنی، معنی رو متوجه بشی و بگی که برای کدوم پدیده علمی الان شاعر یه دلیل غیر واقعی آورده. اما خب به این بیتایی که اینجا هستش دقت کن. میگه هیچ دانی میوه را تأثیر شیرینی ز چیست، بس که در زیر زمین شیرین لبان خوابیده. این بیت الان حسن تحلیل. ببین برای شیرین بودن میوه، برای شیرین بودن میوه که یک پدیده کاملا علمی هست، شاعر اومده یه دلیل غیر واقعی آورده. اما اینو چجوری مطرح کرده؟ اومده تو مصرع اولش یه سوال پرسیده، سوال کاملا علمی و استخون داره. یه میدونی چرا سیب مثلا روی درخت شیرینه؟ بعد توی پاسخ یه دلیل ادبی و غیر واقعی براش میده. میگه از بس که معشوقایی که لبای شیرین داشتن مردن، دف شدن، خاک کردن، حالا ریشه درخت رسیده به لبای اینا، شیرینی رو کشیده آورده سیبم روی درخت، به همین دلیل شیرین. می‌بینی؟ پس میتونیم بگیم که اگر بیت ما پرسشی باشه، اگر بیت ما پرسشی باشه، یعنی یکی از مصرعامون پرسش باشه و مصرع دیگه جواب همون پرسش باشه، اینجا ذهن ما باید بیاد سراغ آرای حسن. هر پرسشی نه استفهام انکاری،
استفهام تأکیدی یا پرسش انکاری پرسش تأکیدی نه، سوالی میپرسه که جوابشو خودش در ادامه میده، یا بعضی وقتا اول جواب میده بعد سوالو میپرسه. مثلا خاک بغداد به مرگ خلفا میگه، ورنه این شط روان چیست که در بغداد است؟ ببین، برای جاری بودن رودخونه دجله و فرات توی سرزمین عراق یه پدیده کاملا علمیه، یه دلیل غیر واقعی میاره، داره میگه خاک سرزمین عراق به مرگ خلفای عباسی داره گریه میکنه، وگرنه چه دلیلی داره این همه آب توی سرزمین عراق جاری باشه؟ خب یه وقتا سوال و مصرع اول میپرسه، پرسش پاسخش تو مصرع دوم، بعضی وقتا هم جای این دوتا برعکس میشه. دومی رو نگاه کن، مال درس دماوندی است از کتاب 12. تا چشم بشر نبیندت روی، بنهفته به ابر چهر دلبند. یعنی چی؟ قله کوه دماوند خب معمولا بیشتر اوقات توی ابرا و توی مه پنهانه، کسی اون قله رو نمیبینه. خب میگه علت این که کوه دماوند قلهش توی ابر پنهانه اینه که دماوند دوست نداره با مردم بیوفای روزگار چش تو چش بشه، رفته کلش رو برده توی ابر قایم شده، پنهان شده که کسی اونو نبینه. بیت با چی شروع شده؟ تا. این تا تای تعلیل بهش میگن. معمولا بیت هایی که با تای تعلیل شروع میشن شما انتظار اینو داشته باش که توی ادامه حرف شاعر میخواد یه جایی رو خرابکاری کنه، یه جوری خودش رو شیرین تو نگاه شما جلوه بده. خمیده پشت از آن گشتند پیران جهان دیده، که اندر خاک میجویند ایام جوانی را. علت این که مردم در کهولت سن پشتشون خمیده است یه پدیده علمیه، اما اینجا داره میگه مردم به این دلیل دلا شدن که دارن توی خاک دنبال جوانی از دست رفتهشون میدارن، یعنی پدیده علمی دلیل ادبی. خب آقا نشونش چیه؟ به نظر من این نشونشه بچه، وقتی شاعر داره میگه زان، از آن، زان جهر، زان رو، زان سرر، یعنی کلماتی که بیان کننده مفهوم زیرا باشه، یعنی شاعر توی ادامهش میخواد از آرای حسن علی استفاده کنه. بیت بعدی رو نگاه کن. خورشید فروزنده شبی پرده نشین شد، آمد به در از پرده مه چارده تو. خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی یه پدیده کاملا علمیه. الان بهت ثابت میکنن یا تخمین میزنن که مثلا 90 سال دیگه چه روزی چه ساعتی چه دقیقه این پدیده ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی اتفاق، اون 90 سال دیگه هم همه سر اون ساعت وایسادن به آسمون دارن نگاه میکنن ببینن این اتفاق چجوری. خب اما اون موقع که شاعر سواد اینو نداشته یا میخواد یه جوری خودشو برای معشوق به اصطلاح شیرین بکنه، میاد اینجوری میگه، میگه خورشید به این دلیل رفته پشت ماه پنهان شده، چون تو که شبیه ماه شب 14 هستی از خونه بیرون در اومدی و اون خجالت کشیده. علت ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی که پدیده علمیه اینه که معشوق از خونه بیرون در اومده، معشوق اینقدر زیبایی که خورشید با دیدن اون خجالت کشیده، پنهان شده پشت ماه. آقا نشونش چیه؟ اینجا این که یکی که تعلیل نام داره، این کامد بچه هم مخففه، مخففه که آمده، حالا ما توی بیت میخونیم کامد. ببین این که تعلیله، کهیه که اگر برشداری شما یه واژه زیرا بذاری جاش بیتت معنی میده. خورشید فروزنده شبی پرده نشین شد، زیرا آمد به در از پرده مه چارده تو. خب وجود تا پرسشی بودن یکی از مصرعها، وجود از آن یا وجود که تعلیل در بیت میتونه از نشونه های حسن تعلیل باشه. خوب گوش کن به من، من نمیگم هر بیتی که حسن تعلیل داره باید این نشونه ها رو داشته باشه. اینا ببین، توی مثالی که اول خودم نوشتم، باران همه بر جای عرق میچکد از ابر، پیداست که از روی لطیف تو حیا کرد، توی بهانه آن ابرها که میگرین، اینا هیچ کدوم نشونه نداره. دارم میگم اگر این نشونه ها رو دیدی ذهنت سراغ حسن تعلیل بیاد، یعنی آماده باش که برای یک پدیده علمی یه دلیل غیر واقعی و غیر منطقی بیاری. بریم سراغ تست. در کدام بیت آرایه حسن تعلیل به کار رفته است؟
بیتا رو تک تک با هم دیگه میخونیم ببینیم که به جوابش کجا میرسیم. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. خب بعد از اینکه حدود معنی جمله یا بیت به دستت اومد، دو تا سوال اصلی: یک، آیا پدیده علمی داریم توی بیت یا نه؟ دو، برای این پدیده علمی دلیل غیر واقعی و غیر منطقی آوردیم یا نه؟ اصلا پدیده علمی میبینیم اینجا توی بیت اول پیش صاحب نظر ملک سلیمان باد است، داره اشاره به عدم وابستگی به تعلقات دنیوی میکنه. هیچ پدیده علمی اینجا اشاره نشد. پس گزینه یک تو همون پرسش اول خط. گزینه دو، همچون نرگس بگشا چشم و ببین که اندر خاک چند روی چگل و قامت چون شمشاد است. چشات اینو نرگس باز کن، خوب دقت کن، ببین که چقدر آقا معشوقی که یا انسانی که مانند گل بوده چهرش، قدش مانند شمشاد بوده، توی خاک پنهان شدن، مخفی شدن، مردن. راحت بگیم مردن. این پدیده پدیده علمی بوده که دلیل غیر واقعی بیاریم؟ همون اول دوباره میگی که نه. پس گزینه دو هم نیست. خیمه اونس مزن بر در این کهنه رباط، که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است. این رباط، بچه ها رباط نخونی ها، این رباط، رباط به معنی کاروان سرا میشه، اساره از دنیا، مثل کاروان سرا میمونه، یه اقامتگاه موقتیه که از یه در وارد میشیم، از در بعد دیگهش خارج میشیم. حالا با این کاری نداریم. میخوام بهت بگم اصلا پدیده علمی دید اینجا خیمه اونس مزن بر در این کهنه رباط، رباط خودم هم اشتباه خوندم، بعد در این کهنه رباط، آیا اصلا پدیده علمی بود؟ اینم باز دوباره عدم تعلق به وابستگی های دنیا داره اشاره میکنه. پس اصلا پدیده علمی نداشت، تو نگاه اول خط خورد. اما گزینه چهار که باید جواب ما باشه، همون بیتیه که اول درسم برات گفتم: خاک بغداد به مرگ خلفا میگرید، ورنه این شط روان چیست که در بغداد است. تو مصرع اول یه دلیل غیر واقعی آورده برای پدیده علمی که توی مصرع دوم میخواد اونو توضیحش بده. گفتیم علت جاری شدن رودخونه دجله و فرات تو سرزمین عراق اینه که خاک عراق داره به مرگ خلفای عباسی گریه میکنه. بریم تست بعد. در کدام یک آرایه حسن تحلیل وجود ندارد؟ این بار تو سه تا گزینه باید حسن تحلیل پیدا کنه. بیت اول، در وداع شب همانا خون گریست، روی خونالود زان بنمود صبح. پدیده پدیده شکست نوره، این که آسمان از سمت شرق سرخ دیده میشه بعد از طلوع کامل خورشید، یه پدیده علمیه که اینجا شاعر تو مصرع اول یه دلیل غیر واقعی براش آورده. میگه تو خداحافظی شب گذشته آسمان خون گریه کرده و به این دلیل چهرش سر صوبی چی شده؟ خونالود شده. آقا نشونش کو؟ نه. مگه نگفتیم هر جایی که از آن، زان، زان جهت، زان رو، زان سبب بیاریم نشونه حسن تعلیم میتونه باشه؟ اینم مصداقش تو تست سرسری انسانی 80 باشه. گزینه دوم، تا چشم تو ریخت خونه و شاق، زلف تو گرفت رنگ ماتم. رنگ ماتم چه رنگیه بچه؟ این رنگ ماتم رنگ سیاهه. موی معشوق چه رنگیه؟ این موی معشوق هم سیاهه. حالا علت سیاه بودن این موی معشوق که یک پدیده کاملا علمیه، میتونه ژنتیک باشه، وراثت باشه، رنگدونه باشه، منطقه آب و هوایی و هزار تا دلیل دیگه، توی مصرع اول ببین چی عنوان شده. میگه از وقتی که چشمای زیبای تو دارن خون عاشقا رو میریزن، موهات لباس سیاه پوشیدن و دارن عزاداری میکنن. علت سیاه بودن موی معشوق اینه، چشای زیباش دارن خون عاشقا رو میریزن، موهاش لباس سیاه پوشیده. ببین همین لبخند عاقل اندر صفی که الان داری میزنی، این پوزخندی که داری میزنی، یعنی تو به شعور شاعر داری شک میکنی، با خودت میگی که آقا بچه 4 سالم اینو فهمیده. گزینه سوم، مرا چو صبح به دست دعا نگه داری، که روشن از جهان از نفس کشیدن من. شاعر خودشاخ پنداری داره، داره میگه هر روز صبح تو نماز صبحتون برای سلامتی من دعا کنید. آقا چرا؟ که روشن است جهان از نفس کشیدن من. علت این که دنیا روشنه اینه که من دارم، من شاعر دارم اونجا نفس میکشم، به خاطر وجود شاعره. آقا نشونش کو؟ این نشونش اینه.
که گفتیم که تعلیل چه جور کیه؟ کی که اگر برش داریم به جاش زیرا بذاریم معنی جملمون کامل میشه. مرا چو صبح به دست دعا نگه داری، زیرا روشن است جهان از نفس کشیدن من. توی مثال قبلی هم یادمون رفت بگیم ببین این تا نشونه حسن تعلیل بود، تایی که اول مصرع میاد و تای تعلیل، اول بیت میاد و تای تعلیل نام داره. خب با این حساب دیگه باید بگیم که جوابمون میشه گزینه چهارم دیگه. ببین مرا چو آبله بگذار تا شوم پامال، نمیرسد چو به کس فیضی از رسیدن من. اصلا پدیده علمی اینجا به کار نبرده که بخواد دلیل غیر واقعی یا شاعرانه باشه. دیدی حسن تحلیل آرایه خیلی خوبیه. ازت خواهش میکنم کتاب تست یا جزوه ما که میرسه دستت، اون جزوه کاملی که قراره به عنوان جزوه آرایه توی سایت برات بذاریم، تمام تستای حسن تحلیلش رو بزن. بیتایی که به عنوان نمونه آوردیم قبل از اینکه بری پاسخنامهش رو بخونی، خودت سعی کن اونا رو معنی کنی، تحلیل کنی، قبول کن که این تو قرابت معنی خیلی خوب. شما ضعفتون خوندنه، درست خوندن و درست معنی کردن بیت دیگه. آرایه حسن تحلیل اسلوب معادله از اون آرایه های خوبی هن که میتونه سک و پرتاب ما باشه. بنابراین یه دونه تست هم رد نده. یعنی با خودت نگو که دیگه فهمیدم، دیگه اوکی هم خب دیگه برم آرایه بعدی. هر چند تا تست اسلوب معادله و حسن تحلیلی که برای توی جزوه هست یا تو کتاب های مختلف پیدا میکنی اونا رو بزن تا بتونی با خودت اینجوری کنار بیای که وجدانت راحت باشه و بگی که آقا من دیگه مشکلی با این آرایه ندارم. اون موقع تو تست های ترکیبی بهت میگم که این دو تا آرایه چقدر کمک تو رد گزینه کردن. آرایه بعدی که برات انتخاب کردیم حسامیزی. حسامیزی این هم از اون آرایه خوباست. یعنی در هم آمیختن دو حس از حواس پنجگانه. پنج تا حس داریم: بویایی، چشایی، بینایی، شنوایی، لامسه. اگر اینا رو دو تا از این حواس پنجگانه‌مون یه جوری با هم ادغام بکنیم که از نظر منطقی پذیرفتنی نباشه، ما آرایه حسامیزی به کار ببین. از اون آرایه های پرتکراری هم هستش که توی شبانه روز خیلی استفاده میکنیم. بابات میخواد باهات حرف بزنه، بهت میگه ببین چی میگم. مگه تو میبینی که یه مش واج از سمت دهان بابات به سمت تو بیاد؟ تو اونا رو چیکار میکنی؟ میشنوی. اما بابات ازت میخواد با بینایی اونا رو درکش کنی. خب یعنی در هم آمیختن حس شنوایی و بینایی. یا مثلا بهت میگن یه خاطره شیرین بگو، یه قصه تلخ بگو. قصه یا خاطره رو ما میشنویم اما شیرینی رو میچشیم. میشه در هم آمیختن دو حس شنوایی و چشایی. نگاه کن، در آمیختن دو یا چند حس از حواس پنجگانه به شرطی که ترکیب آنها از نظر منطقی پذیرفتنی نباشد. ما با این داستان خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم. بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. ببین بو که الان مربوط به حس بویایی، حافظ داره اونو ادعا میکنه که اونو با حس شنوایی خودش داره درک میکنه. میگه بو رو میشنوم. خب بو مربوط به حس بویایی، حافظ میگه که میشنوم، در آمیختن دو حس بویایی و شنوایی. از اون آرایه هایی که خیلی هم تو زبان روزمره استفادهش میکنی. یا ببین هی دارم تاکید میکنم، انقدر که داریم استفاده میکنیم متوجهش نمیشیم. ممکنه الان با خودت بگی که بو میشنویم دیگه، بو رو چیکار میکنیم؟ بو شنیدن، بوی ببین بوی فلانی، بوی غذای سوخته رو میشنوی. بارها از این ازش از این آرایه استفاده میکنی. اما نکته ای که هست اینجا سر چا نگاه کنید، گاهی هم وجود دو حس از حواس پنجگانه در کنار هم الزامی نیست. به عبارت دیگر گاهی یکی از طرفین اصلا حس نیست، یه ویژگیه، یه صفته، یه صفت انسان یا موجود جان داره. یعنی میخوایم بگیم چی نیست؟ محسوس نیست. میتوانیم درک کنیم اما نه با حواس پنجگانه. میتونیم درکش کنیم اما نه با حواس پنجگانه. مثال نگاه کن، آسمان فریبی آبی رنگ شد. رفیق آبی رنگ بودن رو شما با حس بینایی خودت میبینی، اما آیا فریب هم جز حواس پنجگانه تو هست که بگیم دو حس با هم دیگه ادغام شده؟ فریب اصلا حس نیست، یعنی محسوس
نیست، قابل درک با حواس پنجگانه نیست. این گونه حسامیزی ها بیشتر شبیه کنایه هستند و مفهوم کنایی آنها اهمیت داره. توی تست سراسری اینو برات آورده، مثلا میگه تلخ منشین شراب اگر داری. آقا تلخی یه حسه که ما اونو با حس چشایی خودمون درک میکنیم. خب اما آیا نشستن هم جزو حواس پنجگانه ماست؟ خیر، تلخ نشستن میتونه کنایه از عصبانی بودن باشه. اینجا آرایه حسامیزی در خدمت کنایه به کار و بیشتر شبیه یک کنایه اصلا. بیاین توی تست ببینیم چجوری اینو فهمیدیم. در همه بیت های زیر به غیر از بیت جای خالی آرایه حسامیزی وجود دارد. خب دیگه اینو باید تو قبل از من بتونی راحت جواب بدی. از این شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمیگیرد. خب حس پنجگانه داریم یا نه؟ ببین شعر مربوط به چه حسی؟ شعر رو ما میخونیم یا میشنویم دیگه، بالاخره مربوط به حس بینایی یا شنوایی میشه. خب از این من میگه شعر تر، تر بودن رو با لامسه درک میکنیم. ببینید اینجا خیسه انگشتتو میکشیم اونجا، یعنی با لامسه درک میکنیم. پس شعر تر یعنی بینایی یا شنوایی به اضافه چی؟ لامسه شد. تو ادامهش میگه شعر تر شیرین. خب شعر باز دوباره مربوط به حس بینایی یا شنواییه، اما اینجا ادعا کرده که اونو میتونی با شیرینی یعنی با حس چشایی به درکش بکنی. پس ما سه تا حس داریم که اینجا با هم دیگه ادغام شدن. اصلا آرایه حسامیزی هم ربطی به تعداد حس ها نداره، میتونه بیشتر از این هم باشه. توی دو میگه به ترانه های شیرین به بهانه های رنگین بکشید سوی خانه مه خوب خوشلقا را. خب ترانه مربوط به حس چیه؟ شنوایی. اینجا میگه ترانه شیرین، انگار که ترانه رو چشیده و مزه‌ش رو داره درک میکنه. بهانه مربوط به حس شنواییه، شما بهانه های من رو میشنوید. اما اینجا داره میگه بهانه های رنگین، انگار که بهانه ها رو دیده و رنگش مثلا آبی سبز یا هر رنگ دیگه. پس تو این گزینه هم حسامیزی داشت. گزینه سوم، بوی دهن تو از چمن میشن، رنگ تو ز لاله و سمن میشنوم. ببین باز دوباره یه حس اینجا پیدا شد. او اینجا چی؟ میشنوم. میخوام بگم توی حسامیزی وقتی که شما حس رو پیدا کردی بلافاصله بیا سراغ فعلت. ببین فعلت مربوط میشه به اون حسی که توی جملت هست یا نه. الان بو رو این حافظ ادعا کرده که داره میشنوه، بوی دهن تو از چمن میشنوه. اینجا رنگ رخ تو، باز دوباره گفته رنگ تو، به جایی که بگه ببینم داره میگه چی؟ میشنوم. رنگو میبینن دیگه، این ادعا کرده که میشنوه. پس جواب میشه گزینه چهارم. تست بعدی، در همه بیت های زیر به غیر از بیت جای خالی آرایه حسامیزی وجود دارد. خب باز دوباره سه تا گزینه باید حسامیزی داشته باشه، یه دونش حسامیزی نداره. حلاوت سخن تلخ از عاشق پرس، ز ماهیان به طلب طعم آب دریا. خب حلاوت بچه ها یعنی شیرینی، این اینجا داشته باش، شیرینی اینم که تلخی. این وسط چی اومده؟ سخن. آقا سخن رو ما میشنویم، اما اینجا میگه شیرینی سخن. مگه سخن رو چشیدی مزه کردی؟ تازه ادامهش میگه سخن تلخ. ببین دو تا مزه رو اومده به حس شنوایی نسبت داده، پس میشه آرایه حسامیزی. راستیه چه؟ یادتونه جلسه قبلی آخرین آرایهی که در بارش حرف زدیم چی بود؟ اسلوب معادله. ببین تو مصرع اول داره میگه حلاوت سخن تلخ از عاشق پرس، درباره چی حرف میزنه؟ سخن تلخ یا شیرینی سخن تلخ. این وقت درباره ماهیان که مزه آب دریا رو میفهمن. میتونستیم جای این دوتا رو جابجا کنیم، میتونستیم وسطش همان ترکه بذاریم. گزینه دوم، بوی خوش ترک هر که زباد سبا شنید. چی شد؟ گفت دوباره بو شنید. بو مربوط به حس بویاییه،
اما اینجا گفتش چی؟ شنید. از یار آشنا سخن آشنا شنید. اما تو مصرع دوم نگاه کن، سخن مربوط به حس شنوایی، هیچ حسامیزی به کار نرفته. تو مصرع اولی که فقط بویایی رو به شنوایی نسبت داد. سه، از جواب تلخ گوشم چون دهان مار شد. جواب تلخ یه جور کنایه است. یعنی جواب منفی، پاسخ منفی. خب جواب رو ما میشنویم اما تلخی رو میچشیم. حس شنوایی و چشایی رو با هم دیگه ادغام کرده. از جواب تلخ گوشم چون دهان مار شد. منظورش اینه که دهان مار چون سم داره، سم نماد تلخیه تو ادبیات. داره میگه همونطوری که دهن مار پر از سمه و تلخه، از شنیدن جواب تلخ تو هم انگار که دهان مار شد دهان من و پر از تلخی شد. من همان از ساده لوحی حلقه بر در میزنم. خب توی سه تا گزینه اول که داشتیم دیگه، جواب ناخواسته میشه گزینه چهارم. تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم، از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم. اینو خوندم گفتنش، به خاطر وزنشه باید ساکن بذاریم. ببین رفتن رو میبینی، گفتن رو میشنوی. دوتا حس آورده که در کنارش دوتا فعل متناسب با اون دوتا حس هم عنوان کرده. و بنابراین میتونیم بگیم که حسامیزی به کار نرفته. اما آرایه بعدی بچه آرایه تلمیح. تلمیح در لغت به معنی به گوشه چشم نگاه کردن. اینجا برات نمیشتیم. به گوشه چشم نگاه کردن. ببین الان من دارم رو به شما حرف میزنم. یه نفر از این در که وارد میشه، من با یه نگاه لحظه‌ای میفهمم که آقای فلانی یا خانم فلانی. درست شد؟ یعنی من با یک نگاه کل شخصیت ایشون توی ذهنم مجسم میشه. تلمیح هم دقیقا توی ادبیات، توی اصطلاح علمی همین کارو داره میکنه. ما یه اشاره خیلی نامحسوسی به یک واقعه، آیه، حدیث، داستان یا ضرب المثل میکنیم و کل اون رو توی ذهن خواننده یا شنونده مجسم میکنیم. درست شد؟ آرای خوبیه تلمیح، به شرط ها و شروط ها. ببینید توی برخورد دانش آموز با آرایه تلمیح بلا فاصله جبهه میگیره که آقا من همه آیه ها و حدیث های قرآن رو حفظ نیستم، من واعظ یا عالم علم حدیث نیستم که بدونم که این بیت الان به کدوم حدیث، کدوم پیامبر، کدوم امام اشاره میکنه. خب دست تر را هم توی آرایه تلمیح بسته است بچه ها. فقط اجازه داره از چارچوب کتاب درسی برای شما سوال کنه. اینا خیالت راحت باشه. خارج از چارچوب کتاب درسی حس تلمیح برای شما هیچ وقت تر نمیشه. فقط شما باید زحمت بکشی به آیه ها و حدیث هایی که توی کتاب درسی هست مسلط بشی. نگاه کنیم. بیت اول. بیستون بر سر راه است، مباد از شیرین خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنی. خب ببین کوه بیستون یه کوه معروفه. حالا اونم گیریم که اسمش رو شما تا الان نشنیدی، میای جلوتر اینجا شیرینی هست که کنارش چیه؟ فرهاده. ما در ادبیات در زبان فارسی یک داستان عاشقانه معروف به نام شیرین و فرهاد داریم. بنابراین ذهن هر ایرانی زبانی بلا فاصله با شنیدن این بیت میاد سراغ داستان شیرین و فرهاد. کاری که شاعر کرده، ببین هیچ حرفی از شاعر اصلی نزده، هیچ قسمتی از داستان رو نیاورده، فقط یک کلمه دو کلمه آورده، شیرین فرهاد یا بیستون، یا مثلا فرهاد بیاد کنار تیشه. امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشه. خب وقتی که از یک اسم یا آیه یا حدیث در بیت استفاده بشه که ذهن خواننده یا شنونده به سمت یه داستان حکایت بره، به این کار میگن تلمیح. تو مثال بعدی نگاه کن، آقا مولانا چه قرنی بوده؟ قرن هفت بوده. بعد نظامی چه قرنی بوده؟ نظامی قرن پنجم بوده. یعنی قرن پنجم اومده لیلی و شیرین و لیلی و شیرین سوتی داده، اومده مثلا داستان لیلی و مجنون و خسرو و شیرین رو تعریف کرده رفته. متوجه؟ 200 سال بعدش
مولانا دنیا اومده، تازه داره شعر میگه، بعد اومده میگه که نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند. ببین یه کلمه مجنون رفتن دیگه بچه ها. یه کلمه مجنون توی بیت آورده، ذهن همه ما فارسی زبان ها میره به سمت داستان لیلی و مجنون. کاری که نظامی کرده اینجا، کاری که مولانا کرده رو میگن تلمیح بچه بشه. تلمیح در این حدش خیلی آره راحتیه. آقا رستم، اسفندیار، رخش، پدیده هایی که توی دنیا یه دونه هست، موجودات مثل همین رخش، مثل سیمور، یا مثلا اشیایی که توی دنیا یه دونه هست مثل ذوالفقار، مثل حجرالاسود، سنگ سیاهی که تو دیوار کعبه هست، خیلی راحت با دیدن اینا شما میتونید تشخیص بدید که بیتت تلمیح داره. اما بیایم سراغ آیه ها و حدیث ها. ببین برای پاسخگویی به مواردی که به آیات و احادیث اشاره دارد، باید به آیات و احادیث کتاب درسی مسلط باشید. بچه ها خواهش میکنم اینجا رو دقت کن، خارج از چارچوب کتاب درسی تست تلمیح ارائه نمیشه. فقط برای نمونه به این موارد آوردیم تو اون جزء اصلیه که براتون بارگذاری میکنیم، کل این آیه ها رو برات فهرست کردم، آیه هایی که تو کتاب درسی هست. و ازت خواهش میکنم مثل این کاری که من کردم، شما هم جلوی اینا که براش جا میذارم تو اون جزء، بیا ابیاتی رو از توی کتاب درسی پیدا کن که به این آیه ها و حدیث ها اشاره کرده باشه. یک بار این مسیر رو خودت بری دیگه ملکه ذهن میشه. باور کن خیلی بهتر از اینه که تو بیای صورت عربی آیه رو حفظ کنی یا ترجمه شو حفظ کنی. ما اصلا با حفظ کردن صورت عربی و ترجمه آیه کاری نداریم، ما میخوایم درک بکنیم. ببین انا عرضنا الامانه تحت السماوات و الارض و الجبال تا آخر. خب یه همچین آیه ای حالا تو کتاب بچه های نظام قدیم توی ادبیات دوم، سال دوم دبیرستان، صفحه 4ش نوشته بود، اونجا اومده بود تلمیح رو درس داده بود. بعد نه صفحه 4 نه بود، صفحه 10 بود فکر کنم، اومده بود درس داده بود. بعد اومده بود توی صفحه بعدش تون کادر سبز این آیه رو برداشته بود آورده. خب مثالش هم همین بیت حافظ آورده. ببین خدا دنیا رو تو چند روز خلق کرد؟ فی ستة ایام. بعد اینکه خلق کرد از هر پدیده یکی یه دونه جلوی خودش گذاشت و گفت که پدیده مخلوقات من، پدیده خلق کردم به نام عشق، کدومتون قبول میکنید؟ آسمان گفت که وسعتش در من جا نمیشه، عشق خیلی بزرگه. باد گفت نمیدونم توان جابجایی اونو ندارم. دریا گفت سوزان من، اگر عاشق بشم تبخیر میشم. کوه گفت سنگینه، من مثل پنبه ریز ریز. چون یه نگاه عرفانی به داستان خلقت. درست؟ در صورت ببین هدفمون، منظورمون اینه، عرضه کردیم امانتی را به آسمان و زمین و کوه، هیچ کدوم قبول نکردن و انسان، آخر آیه میگه انسان اونو قبول کرد. اینه که مثلا ما انسان‌ها عاشق میشیم، اما پدیده‌های دیگه مثل درخت و کوه و مارمولک و دریا و اینا عاشق نمیشن. حافظ بنده خدا هم همین داستان رو داره توی بیتش میگه، میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زد. من ازت میخوام برای خودت با این آیه ها یک کلید واژه انتخاب بکنی، یه واژه کلیدی که در بیت میبینی در آیه هم میبینی، که هر جای دیگه تو این آیه یا این کلید واژه رو دیدی بگی که تلمیح داره. تو اونجا قراره یه گزینه رو سیاه کنی، بگی بیت تلمیح دار. قرار نیست بگی که تلمیح دارد به دو نقطه متن عربی آیه رو بنویسی، خب، یا ترجمه شو بنویسی. ببین میتونیم بگیم که هر جا آسمان دیدی یا امانت دیدی یا ترکیب بار امانت دیدی، بیت ما تلمیح داره به آیه انا عرضنا تا آخر. خب ببین حافظ هم داره میگه آسمان نتونست امانت خدا که همون عشق هست رو قبول کنه، این چرخید 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 تا قرعه کار رو به نام من دیوانه زدن. یه آیه دیگر هم برات مثال زدم، لیس کمثله شیء. خب نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. ببین تو در نتوان شبه تو گفتن یعنی لیس کمثله شیء، کسی شبیه تو نیست.
خب اینا رو به عنوان کلید واژه برای خودت یه چیزی انتخاب بکن، تا هر وقتی که این کلید واژه رو تو توی بیت دیدی بگی تلمیح داره. حالا میخوام ازت به عنوان کار برای بچههایی که قراره دیگه تا آخر داستان با ما باشن، اینا رو بهتون میگم که چی کار بکنید، چه جوری از کجاهای کتاب درسی استفاده کنید، آیه ها رو کنارش بنویسید برام و منم این بر کمکتون میکنم، یعنی با این آیه ها زیاد سر و کار داریم. قصه اول درباره تلمیح. در کدام بیت آرایه تلمیح وجود ندارد؟ خب بیت اولی که خوندیم، آسمان بار امانت نتوانست کشید، به همون ناتوانی آسمان اشاره کرد. دو، اگرچه تلخ باشد فرقت یار، در او شیرین بود امید دیدار. شعر یه شعر غنایی، یه شعر عاشقانه است، اما واژه شیرین رو وقتی دیدی میتونی بلافاصله بگی که آقا تلمیح داریم الان به داستان شیرین و فرهاد؟ خیلی، هر جایی که مزه شیرینی باشه یا واژه شیرین باشه ما نمیتونیم بگیم تلمیح داره. معمولا تلمیح ها اینجوری میشه که واژه شیرین کنار خسرو، فرهاد، تیشه، بیستون یا شکر، ابوی شیرین دیگه، کنار یکی از اینا بیاد تا بتونه آرایه تلمیح برای ما بسازه. قرار نیست هر جایی که نام شیرین بود یا مزه شیرینی بود، مثل همون مثالی که توی حسن تحلیل داشتیم آرایه قبلیه، هیچ دانی میبرا تأثیر شیرینی ز چیز. اینجا ببین شیرین هست، مزه شیرینیه، ربطی به اون معشوق خسرو یا فرهاد نداره. پس جوابمونش گزینه دوم. اما سه چی؟ گندم خال وی از جنت او خواهم چید، من هم از روی صفا کار پدر خواهم کرد. میتونی بگی تلمیح چی داره؟ این واژه میتونه کمکت کنه، این واژه هم میتونه کمکت کنه، اما یه باور اشتباه داریم ما. معمولا دانش آموز سر کلاس به هم میگه مگه سیب نخورد؟ این به اشاره به رانده شدن حضرت آدم از بهشته، که هممون که نه، اکثر بچه ها به اشتباه فکر میکنن که همون سیب خورد. آقا ما در روایات اسلامی داریم که گندم خورده از بهشت رانده شد، اشاره به گندم خوردن یا رانده شدن حضرت آدم از بهشت داره. حافظ هم داره میگه خال معشوق که مثل یک گندمه، از بهشت چهره اون من میچینم، من هم از روی صفا کار پدر خواهم کرد. این پدرم اینجا حضرت آدم علیه السلام هستش. پس تلمیح داره. چهار، به تمنای تو در آتش محنت چو خلیل. خلیل لقب کی بچه ها؟ حضرت ابراهیم. اینا رو یادت باشه ها، این لقبای پیامبرا رو حتما گوشه ذهنت نگه دار. خلیل لقب حضرت ابراهیم، حبیب لقب پیامبر، کلیم لقب حضرت موسی. اینا رو نگه دار که حواست بهش باشه. به تمنای تو در آتش محنت چو خلیل، گویا در چمن لاله و ریحان بودم. اشاره داره به اون داستان زندگی حضرت ابراهیم در قرآن و اون واقعی که انداختنش توی آتیش و به اذن خدا اون آتیش برای ابراهیم تبدیل به باغ شد. خب توی آرایه تلمیح بازم دارم بهت میگم آیه های کتاب درسی رو کاملا حواست باشه، باشه. اشراف به آیه های کتاب درسی کاملا داشته باشه. یه آرایه دیگه شبیه تلمیح هست، یه ذره برای شما با تلمیح به اصطلاح اشتباه میشه. آرایه تضمین. تضمین یعنی چی؟ شاعر یا نویسنده برای کامل کردن شعر یا نوشته خود یک مصرع یا بیت یا حدیث یا آیه ای از قرآن را قرض میگیرد. خب ببین، برای کامل کردن شعرش یا سخنش مصرع، بیت، حدیث، آیه چیکار میکنه؟ قرض میگیره. بچه وقتی که قرض میگیریم یعنی این که چی؟ اونو بدون تغییر توی نوشته خودمون اعمالش میکنه، وارد میکنیم تو نوشته خودمون بدون تغییر. یعنی آشو با جاش قرض میگیریم میاریم تو سخن خودمون. توی تلمیح این کارو نمیکردیم، توی تلمیح فقط یه اشاره میکردیم. یه کلمه مجنون دیدیم، ذهنمون بلا فاصله رفت سراغ داستان لیلی و مجنون،
نه حرفی از لیلی بود، نه حرفی از نظامی بود، نه حرفی از قبیله بنی عامر بود، هیچی نگفت، فقط یه مجنون. اما توی تضمین اینجوری نیست. توی تضمین ما کلن وقتی یه بیت یا یه مصرع یا یه آیه یا یه حدیث رو برمیداریم، همونطوری بدون تغییر باید بیاریم توی شعر یا سخن امروزی خودم. ببین تو مثالی که برات نوشتیم، بچه های نظام قدیم داشتن اینو تو کتاب درسیشون، شعر شهریار، علی همای رحمت شهریار. خب شعر شهریار، شهریار وسط شعر گفتنش یاد یه بیتی از حافظ میفته، میخواد اون بیت حافظ رو ورداره بیاره توی شعر خودش. بنابراین با رعایت احترام و ادب میاد توی یکی از بیتاش میگه چه زنم چنای هر دم ز نوای شوق اودم، که لسان غیب خوشتر به نوازد این نوا رو. بچه ها لسان غیب لقب کیه؟ لقب حافظ. شهریار به خاطر حفظ احترام به حافظ میاد اول اسم حافظ یا تخلص هنری حافظ رو توی شعر خودش میاد. بعد بیت بعدی یه بیت حافظه که شهریار اینو قرض گرفته، همونطوری که گفتیم در اصل آشو با جاش ورداشته آورده وسط غزل خودش. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا. خب نکته نگاه کن، آرایه تضمین هم مانند آرایه تلمیح فقط محدود به دانسته‌های کتاب درسی می‌شود. یعنی خیالت راحت باشه، خارج از کتاب درسی به سوال نمیده، برای تست طرح نمیکنه، مگر این که اون بیت دیگه خیلی بیت معروفی باشه، اون آیه یا اون حدیث خیلی آیه و حدیث معروفی باشه که دیگه هر فارسی زبان مثلا 7-8 ساله ای هم میفهمه، یا خیلی با اغماز از عبارات و آیه و احادیث بسیار معروف در تست استفاده میکنه. پس تا اینجای کار خیالت راحت باشه. نکته بعدی، اگر عین متن عربی آیه یا حدیث در سخن آورده شود، آرایه تضمین به کار رفته است. اما اگر به ترجمه آن یا مفهوم کلی آیه و حدیث اشاره شود، آرایه تلمیح به حساب می آید. چی شو؟ ببین، چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجو. خب یاد کدوم سخنان پیامبر میفتی؟ اطلب العلم من المهد. درست شو؟ ببین اگر صورت عربی این پیام پیامبر، این سفارش پیامبر رو توی متن شعرش می آورد، این میشد آرایه تضمین. اما حالا که همونو ورداشته ترجمه کرده، ز گهواره تا گور دانش بجوی، این ترجمه کرده یه ذره تو وزن عروضی آورده، این دیگه تلمیح به حساب میاد. شما ترجمه آیه و حدیث ها رو باید تلمیح حساب کنید، نه تضمین. خب حواست به این داستان باشه. بریم سراغ تستش ببینیم که تست چجوری میشه. در همه ابیات به استثنای بیت جای خالی آرایه تضمین به کار رفته است. بهر این فرمود رحمان ای پسر، کل یومن هو فی شأن ای پسر. بیت کیه؟ بیت مولانا. مولانا از داخل سوره الرحمن در قرآن یک آیه رو انتخاب کرده و اونو توی شعر خودش برداشته. خب همونطوری که میبینید توی مصرع اول به نام سوره هم اشاره کرده، توی مصرع دوم اون آیه یا اون قسمتی از سوره رو که خواسته توی شعرش استفاده کنه، پیام شعرش هست، برداشته. دو، چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات و تجری تحت حل انهار داشت. خب باز دوباره شعر حافظ هست و اومده یه قسمتی از آیه از قرآن رو قرض گرفته و اونو توی غزل خودش بکار. سه، شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. ببین این سیاوشه، به خاطر وزنشه باید سیاووشش، سیاوش او تلفظ میشه. وقتی که شاعر داره از شاهنامه فردوسی استفاده میکنه، یعنی یه چیزی رو قرض میگیره، امانت میگیره، باید اون بیت رو کامل برداره بیاره.
اما الان توی این بیت فقط به اسم سیاوش، یا میتونیم اینجا هم بگیم شاه ترکان، فقط یه اشاره کوتاه کرده. کل یک مصرع، یک بیت رو از فردوسی قرض نگرفته که الان توی شعر خودش بیاره. بنابراین چون یه اشاره کوتاه کرده، این جواب ماست و این آرایه تلمیح داره بچه ها، نه آرایه تضمین. گزینه چهار رو نگاه کن. زینهار از قرین بد زینهار، و قنا ربنا عذاب النار. یه کوچولو حالا تغییرش داده، اما باز بالاخره متن عربی رو تقریبا میشه گفت 90% به صورت کامل ورداشته آورده توی شعر خودش. ما یه قالب شعری داریم بچه، اینو برای بچه های انسانی هم خیلی اهمیت داره میگم. ببین یه قالب شعری داریم به نام قالب شعری ملمع. توی این قالب شعری ملمع یک مصرع بیت ما فارسیه، یک مصرع دیگهش عربی. خب ببین، حافظی که قرآن رو به 14 روایت حفظ بود، یا مثلا سعدی که به زبان عربی مسلط بوده، قصیده عربی گفته، بارها توی بغداد درس داده، خب سرودن قصیده یا غزل یا شعر عربی برای اینا کاری نداشته. تو قالب شعری ملمع همونطوری که گفتم یه مصرع فارسیه، یه مصرع عربی، حالا یا برعکس میشه این دوتا، مهم اینه که یکی از مصرع فارسی باشه یه مصرع عربی. بارها دیدیم بچه گفته که آقا معلم ما یا استاد ما گفته که هر جای عربی بود بگو تضمین داریم. اینجوری نیست. بعضی وقتا غزل رو حافظ یا سعدی یا مولانا اومدن یک بخشیش از اون رو به زبان عربی سرودن. اینجوری نیستش که هر جایی شما آیه، هر جایی شما متن عربی دیدی بگین احتمالا یا آیه است یا حدیثه که من بلد نیستم. خب فقط طراح کنکور سعی میکنه که از آیه و حدیثایی استفاده کنه که تو کتاب درسی هست. ببین چقدر دارم به این نکته تاکید میکنم. آرای تضمین آرایه خوبیه، میتونه سک و پرتابت باشه. کمن بیتایی که تضمین دارن، اگر تو تستای ترکیبی دیدیم که بارها هم تو کنکور تکرار شده، بلافاصله بیا سراغ تضمین، از تضمین شروع کن تا به اون جواب خودت زودتر برسی. خیلی راحت تر پیدا میشه تا اینکه بخوای سراغ استعاره و مجاز و این حرفا بری. نکته بعدی این که ببین، نکته که هستش الان میتونیم بگیم که نگاه کن این شعر مولانا، مولانا اومده از سوره الرحمن یه بخشی رو قرض گرفته، اسم سوره هم اینجا اومده، اما اینجا چی؟ حافظ وقتی از آیه قرآن استفاده میکنه دیگه اسم سوره رو نیاورده. قرار نیست همیشه اسم سوره بیاد. گوش میدید؟ قرار نیست همیشه اسم سوره بیاد. میتونیم اینجوری بگیم که حافظ مثلا چون خودش قرآن رو به 14 روایت حفظ بوده، دیگه براش یه چیز طبیعیه دیگه، با خودش گفته آقا همه میفهمن که این جمله جمله من نیست، این بخشی از یه آیه است. پس اینی هم که بگیم که هر جایی که تضمین از قرآن میاد باید اسم سوره بیاد، اینم سخن نادرستیه که معمولا اینو به اشتباه تو گوش بچه فرو کرد. بریم آرایه بعدی، آرایه جناس. به کار بردن واژه هایی که کاملا یا نسبتا شبیه به هم نوشته و تلفظ می شود. خب همین جاش کاملا یا نسبتا بودنش باعث میشه که بعضی از جناس ها جناس تام باشن، بعضی از جناس ناقص باشن، که بچه های نظام جدید به این جناس تام میگن جناس همسان و بچه های نظام قدیم میگن جناس ناهمسان. ما اول با جناس تام شروع میکنیم. واژه هایی که با ظاهر یکسان معنایی متفاوت داشته باشه، عین هم نوشته میشه، عین هم تلفظ میشه، یه واژ بالا پایین نمیشه، تعدادش تلفظش، اما معنیاش چیه؟ معنیاشون متفاوتن. اگه معنیاش یکی باشه میشه آرایه چی؟ آرایه تکرار. خب بیتو نگاه کن. آتش از این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. حالا نه این نامه است، میگه این صدایی که از توی حفره های ساز نی در میاد بیرون
سوز دل نوازنده است و چی نیست؟ نیست باد، یعنی جریان هوا یا همون فوت نیست. هر کسی که این سوز دل رو درک نمی کنه نیست باد، یعنی چی؟ یعنی نابود شود. خب چه اتفاقی افتاد؟ ببین ما دو تا واژه آتش داریم، دو تا هم نیست باد داریم، منتها آتش ها این هم نوشته شدن، این هم تلفظ میشن، چون معنی های جفتشون یکسانه به این میگیم چی؟ این آتش میگیم آرایه تکرار داره. اما این نیست باد و نیست باد این هم نوشته میشن، این هم تلفظ میشن، معنی هاشون فرق میکنه، بهش میگیم جناس تام هله یا جناس همسان. جناس تام بچه ها برای پیدا کردنش خیلی راحته. شما یه وقتی بیتو که میخونی بلافاصله دیدی دو تا واژه عین هم نوشته شدن، یا یه واژه به زبان راحت‌تر بگم یه واژه داره تکرار میشه، یه مکس کن. حالا میای قدم دوم، میای سراغ معنیش. اگه معنیش یکی بود میشه تکرار، اگه معنیش با هم فرق داشت میشه جناس تام. اما گاهی وقتا جناس تام پیدا کردنش مثل پیدا کردن زیر بغل مار میشه. جناس تام موقعی سخت میشه، به این بیت نگاه کن، که در یک حرف اتفاق بیفته و این حرفا معمولا از چشم بچه پنهان میمونه. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون و اسیر کن مدارا. باز مال همون همای رحمت شهریار، از اون درس انتخاب شد. به جز حضرت علی چه کسی، او ببین چه کسی به پسر خودش سفارش می کند که این حرف اضافه، قاتل من چو اسیر تو سکنون به اسیر کن مدارا. ببین که اوکه که اول یعنی چه کسی، عدات پرسش حساب میشه، که دوم حرف اضافه. این جور پیدا کردن این جور جناسای تام خیلی براتون سخت میشه. یا مثلا نگاه کن یه بیت دیگه هم برات بنویسم، اینو نگاه کن. باز دوباره از تو همین درس همای رحمت انتخاب کردم برات این بیت رو. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. آقا واژه‌ای که اینجا داره تکرار میشه خدا و خدا، چیزی که تو نگاه اول بچه ها سر کلاس بلا فاصله میگن آقا خدا جناس تام داره، خدا معنی های متفاوتی نداره که، اینجا خدا هر جفتش به معنی پروردگاره. خب اما اینجا چی؟ به و به. به علی شناختم من، به اول یعنی چی؟ یعنی توسط علی شناختم من، به خدا قسم. این به چی حساب میشه؟ به قسم، همونی که توی زبان روزمره استفاده میکنی، به جون مامانم، به جون بابام، به قرآن. این به قسم. خب به اول به معنی توسط بوده. ما این به رو توی کتاب پیش دانشگاه قدیم تو درس کبیر داشتیم، شبها به مهتاب روشن است. خب اون به یعنی توسط مهتاب. برگردیم سراغ جزوه‌مون. بنابراین به این حروف باید چی کنی؟ توجه کنی. کدوم حروفا؟ به، که همین الان بهت گفتم یه معنیش میشه حرف اضافه، یه معنیش میشه حرف قسم. خب یا که، یه معنیش میشه چه کسی، یه معنی دیگهش میشه حرف اضافه. یه دونم که تعلیل داشتیم، اگه یادت باشه تو حسن تعلیل میگفتیم که برداریم به جاش زیرا بذاریم، اونم بالاخره یکی از معانی حرف که هستش. نذاری که ریز بودن این حروف باعث بشه که شما جناسه تامتون رو تشخیص ندید. سخت نمیشه، یکم دقت میخواد، فقط چیز پیچیده ای نیست، جناس اصلا آرایه پیچیده ای نیست، یکم دقت.
اما اگر جناس جناس ناقص باشه بهش میگیم جناس ناهمسان. بچه ها جناس ناقص یا ناهمسان در این سه قالب برای شما میاد. یه وقتایی میریم سر کلاس به بچه میگیم که خب انواع جناس ناقص رو بگو، بعد یه جناس خط، جناس نقطه، جناس اشتقاق، یه چیزایی میگن که اصلا در سطح دانشگاهی باید اینا تدریس بشه. حالا معلم علی خدا چون وقت اضافه داشته یا خیلی نکته سنج بوده اومده یه سری اطلاعات خارج از درس هم بهت داده، خودش هم میدونسته که توی کنکور از این نوع جناس برای شما سوال نمیاد. تازه اینجا رو دقت کن، دانستن نام انواع جناس ناهمسان در کنکور عمومی ارزشی نداره. شما قرار نیست بچه های ریاضی و تجربی حتی بدونید که جناس ناقص اختلافی، افزایشی یا حرکتی. همین که جناس ناقص رو تشخیص بدی برای شما کافی. جناس ناقص اختلافی یعنی یک واج با همدیگه اختلاف داشته باشن، دو واژه در یک واج با همدیگه اختلاف داشته باشن، فقط در یک واج. نگاه کن، ابروی یار در نظر و خرقه سوخته، جامی به یاد گوشه محراب میزدم. واژه‌ای که اینجا هستش یه واژه یاره، یه واژه یاد. چقدر بدنگ بودیم. واژه یاد و یار فقط در یک واژه، اینجا ر، اینجا د، با هم دیگه اختلاف داره. درست شد؟ بنابراین این دو واژه چون در یک واژه اختلاف دارن بهش میگیم جناس ناقص اختلافی. جناس ناقص افزایشی یعنی یک واژه بیشتر از اون یکی داشته باشه. دو واژه کاملا شبیه هم باشن اما یک واژه بیشتر از اون یکی داشته باشه. مثل این بیت: معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا. الان بادا نسبت به باد یه واژه بیشتر داره. کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا. جناس ناقص حرکتی: شوق کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک، از کرم و بخشش او روشن و بخشنده شدن. اینجاست بچه ها. ببینید ملک، ملک، ملک فقط در مصوت‌های کوتاه با هم دیگه اختلاف دارن. به این نوع جناس میگن جناس ناقص حرکتی. فقط در مصوت با هم دیگه تفاوت دارن. بچه ها در تست‌های جناس ناهمسان شکل املایی واژه اهمیت داره. حواست باشه. برعکس واژارایی بود که میگفتیم توی واژارایی ما با املا کار نداریم. ما تکرار این واژ با این واژ یا این یا مثلا این یکی رو کلا واژارایی حساب میکردیم. توی واژارایی ما میگفتیم با صوت کار داریم. یا آرایه‌ای بود که ما با حس شنواییمون درک میکردیم. اما توی تست جناس ناهمسان ما اهمیت داره شکل املایی برامون. نگاه کن. درسته که شهر و بحر در تلفظ کردن یه شعبه با هم دیگه فرق میکنه. اما اینجا چی؟ نگاه کن. ه این ه. یعنی میخوام بگم این و این از نظر املایی با هم دیگه تفاوت دارن. و ما اجازه نداریم اینو دیگه جناس ناقص حساب بکنیم. نکته مهمی. حواست باشه. بعد نکته بعدی در تست جناس ناهمسان به اضافه شدن مصوت همراه یک صامت اهمیت ندیم. معمولا تو جناس ناقص اختلافی یا افزایشی این اتفاق میفته که آقا علاوه بر این که ما اختلاف داریم یا افزایش داریم یک مصوت هم تفاوت میکنه. مصوت های کوتاه ا او. مصوت های کوتاهمون ببین ا او اینا هم با هم دیگه تفاوت میکنه. این تفاوته رو دیگه شما نادیده بگیر، اهمیت بهش ندید، نگو دو واژه با هم دیگه فرق میکنه اما ایرادی نداره. مثال نگاه کن: نه حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. عزیز جان الان برید و درید درسته که در واژه ب و دال با هم دیگه اختلاف دارد و علاوه بر اون او و ا یعنی زمه و فتحش هم با هم دیگه فرق میکنه. شما نگی آقا
جناس فقط در یک واژه، تو جناس ناقص اختلافی و افزایشی این تفاوت مصفت ها رو هم نادیده حسابش میکنه. خب بریم ببینیم نکته بعدی. در تشخیص انواع جناس یه نکره علامت جمع زمایر پیوسته تأثیری در آرایه جناس ندارن. بچه یه نکره علامت جمع یا ضمیری که اصلا جز ساختمان واژه نیست، چه باشن چه نباشن فرقی نمیکنه. ضمیرا رو میتونی برداری، یه نکره و علامت جمع هم دوست داشتی حساب کن، دوست نداشتی حساب نکن، بستگی به تستت داره. خب نگاه کن، زاغی از آنجا که فراغی گزید، رخت خود از باغ به راغی کشید. آقا زاغی یعنی چی؟ یعنی یک کلاغ. اینجا راغی یعنی یک صحرا. این یه چیه؟ یه نکره است. میتونی شما اصلا بگی زاغ و راغ با همدیگه جناس ناقص اختلافی دارن، میتونی بگی زاغی و راغی با همدیگه جناس ناقص دارن، هیچ فرقی نمیکنه. خب حالا بچه اینجا دقت کنیم، الان نگاه کن، فراغ هم هست، میتونی کلا بگی فراغی و راغی هم با همدیگه جناس ناقص افزایشی داره. تازه اگر این یه رو برداریم چه اتفاقی میفته؟ این یه رو برداریم میمونه باغ، بعد میتونی بگی باغ و راغ هم با همدیگه جناس دارن. تازه میتونی بگی باغ و راغ و زاغ، اینجا با اینم جناس داره، جناس ناقص اختلافی داره. در کل میخوام بگم که یه نکره و علامت جمع و ضمیر زیاد شما رو به چالش در نزه، اینا رو حذفش کن، یا میخوای یه نکره و علامت جمع و حساب کن یا حذفش کن، فرق نمیکنه. جناس ناقصت رو میتونی حساب کنی. برای جناس تام شما باید بیت رو کامل بخونی. هیچ راهی نداری به جز معنی کردن بیت. بیت رو باید کامل بخونی تا بفهمی که آقا مثلا توی این بیت گزینه یک الان آهو 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 داره تکرار میشه. آقا من تا بیت رو درست نخونم، درست متوجه نشم، متوجه این جناس تام نمیشن، اون وقت مرزش با آرایه تکرار اذیتت میکنه. نرگس افسونگرش آهو شده، مستی آهو برش آهو شده. شما کافیه بدونی که تنها معادل واژه عیب و نقص که جفتشون عربی هستن در زبان فارسی میشه چی؟ آهو. تنها معادلش میشه آهو. میخواد بگه نرگس افسونگرش، نرگس سارس چیه؟ چشم، چشم افسون کننده معشوق آهو شده. یعنی چی؟ معیوب شده. مستی آهو برش آهو شده. یه دونه آهو به معنی بگو حیوان چرنده، یه معنی آهو به معنی حیوان نقص. دو، گرچه سر عربده و جنگ داشت، تنگ شکر در دهن تنگ داشت. تنگ اولی به معنی ظرف شکره، تنگ دومی به معنی متضاد فراخ یا گشاد. مشو دلبسته هستی که دوران هر آن را زاد، زاد از بهر کشتن. خب نگاه کن، الان زاد دو بار تکرار شده کنار هم دیگه، اما هر جفت اینا در معنی بیت به معنی زاییدن هستند. ذهن دانش آموز بعضا میاد سراغ این زاد که توشه راهه. خب اما اینجا که این توشه راه معنی نمیده، اینجا جفتشون به معنی مصدر زاده شدن هستن. میگه به این زندگی خودت امیدوار نباش، دلبسته نباش، که دوران یعنی هستی هر کسی رو زاییده، زاییده که بالاخره یه روزی اونو از بین ببره. جفت اینا به یک معنی به کار رفته و آرایه تکرار. چهار، گرچین سر زلف تو مشاطه گشاید، عطار به یک جو نخرد نافه چین را. خب واژه‌ای که عین همدیگه داره تکرار میشه، یعنی نوشته میشه تلفظ میشه، یه دونه چینه اینجا یه دونه چینه اینجا. خب چین اولی، گرچین سر زلف تو مشاطه گشاید، چین یعنی چی؟ یعنی تاب مو. عطار به یک جو نخرد نافه
چین را. این چین به معنی کشور چینه. متوجه شدیم؟ پس برای پیدا کردن آرای جناس تام شما ناچاری بیت و کامل میتونی معنی کنیم. خب برای معنی کردن بیت چی کار کنیم؟ ببین دوست خوب من، یه سری جزوه من برات آماده کردم، اینا رو سعی میکنیم که هرچی زودتر توی سایت قرار بدیم تا دانش آموزایی که قرار هستش که طی سال با ما باشن این جزوه ها رو دانلود کنن. جزوه مهارت خواندن. ما توی این جزوه میخوایم بهت یاد بدیم که رفیق بیت رو چجوری بخونی، از چه واژه هایی استفاده کنی، حواست به کدوم واژه ها باشه تا بتونی اینو درست معنی کنی. بچه ها معنی کردن بیت رو خیلی جدی میگیرید. متاسفانه عمده ضعف دانش آموزا که تو کلاس داریم میبینیم همین معنی کردن بیت. بیت رو که نتونی معنی کنی فاتحه تست خوب است. میبینی ما تو آرایه با معنی کردن بیت سر کله میزنیم. توی قرابت معنایی که 9 تا 10 تا تست داریم کاملا با معنی کردن بیت سر کله میزنیم. و اگر نتونیم بیت رو درست معنی کنیم عملا فلج میشیم. تو زبان فارسی هم جای زبان فارسی باز دوباره اشاره‌ای به معنی داریم. ما اونجا باید یه گریزی بزنیم ببینیم که مثلا این بیت که بهمون دادن فرض بگیر گفته یه اسنادی هست تا بیت معنی نشه که ما نمیفهمیم یه اسنادی، یه نسبی، یه لیاقت و کدوم یکی از انواع لیاقت هستش. خب جزوه رو سعی میکنیم که خیلی زود توی سایت قرار بدیم. لطفا جزوه رو دانلود کنید، استفاده کنید و ازتون خواهش میکنم عاجزانه قبل اینکه من به زبان به مبحث قرابت معنایی برسم شما ربانی بیتات رو درست بکنید. یه ذره سعی کن که از امشب 7-8 دقیقه وقت بذاری یکی از غزلهای حافظ، سعدی، مولانا، نمیدونم یه بیت دیگه، کتاب خارج از کتاب درسی انتخاب کنیم. اصلا کاری نداره. آه کتاب شعرم نداری خونتون که حالا بعید معمولا تو خونه همه ما ایرانی ها بالاخره یه دیوان حافظی پیدا میشه. همین کتاب تستی که داری، همین جزوهی که به عنوان جزوه آرایه برات میذاریم، نمیخوام از با نگاه تست آرایه بهش نگاه کنی. تست اصلا اسلوب معادله است، تست تشبیه، تست استعاره است، هر چیز دیگه ای جناس اینا. تو بیا این بیتا رو فقط یه دور بخون، سعی کن یه حدود معنی جمله رو درک کن. خیلی کمکت میکنه و اگر تو نتونی درست کار کنی من گرجی بخشی از کار کردن منه و اونجا دیگه کمکی از دست من برات ساخته نیست. تو باید بیت رو درست بخونی تا من با اون روش های خودمون مثل پیدا کردن کلید واژه، مثل استفاده از آرایه های متفاوت توی تست های قرابت معنایی بگیم که آقا مثلا با این راه، با این راه، با این راه میتونی تست قرابت بزنی. اما اگر درست خونده نشه عملا کاری از دست من که هیچی، خود طراح، خود شاعرم بیاد جلوی تو بشینه کاری از دست هیچ کدوم برات نمیاد. این روخونی تستاتو خیلی قدر. بعد خواهش دومی که ازتون دارم، جزوه‌ای که براتون روی سایت میذاریم جزوه آرایه ها رو دارم میگم، اون قسمت ترمیمی که الان مشخص کردیم تا اونجاییش که مربوط به کتاب 10 و 11 هستم باز خودمون توی زمینه بهش اشاره میکنیم که آقا تا این به اصطلاح آیه ها و حدیث ها مربوط به کتاب 10 و 11 توی این فرجه‌ای که داری هنوز کلاس های مدرسه شروع نشده، یه ذره تایم بازتر هست، کتاب 10 و 11 توی یه شغل بزن ببین کجاها این آیه ها و حدیث ها به چشمت میخوره. معمولا تو قلمروهای فکری خود نویسنده کتاب اشاره کرده که کدوم بیت اشاره به این آیه داره یا مفهوم این حدیث در کدوم یکی از بیت‌های درس، کدوم قسمت درس مشاهده میشه. این آیه ها و حدیث ها رو که از تو همون کتاب درسی هم برات انتخاب کردیم که همین قلمروهای فکری و زبانی و ادبی آیه حدیثی چیزی بوده برداشتیم آوردیم، اینا رو لطفاً قبل اینکه ما بیایم سراغ اصطلاح تستای ترکیبی آرایه ها رو اینجوری کنار هم دیگه بچینیم، این قسمت تلمیعش هم کامل کنید که انشاءالله برای جلسه دیگه که حد نصاب یا تعداد دانش آموزان مشخص شد و ما دیگه کارمون رسمیت پیدا کرد
و آرایایی مثل تشبیه و جناس، تشبیه و مجاز و اساره رو که خواستیم شروع بکنیم، قبلش بیایم این تلمیه هم با هم دیگه دوباره یه مرور بکنیم، یه دوره بکنیم، و وقتی که میریم سراغ تستای ترکیبیمون دیگه به اون مشکله بر نخوریم، خیلی راحت بتونیم از آرایه‌هایی مثل حسن تعلیل، اسلوب معادله، تلمیه، تضمین، پارادوکس استفاده کنیم و تستای آرایه رو بزنیم. برای جلسه بعدمون به امید خدا ما با آرایه تشبیه شروع میکنیم. تشبیه خودش مبحث خیلی گسترده ایه و حلقه اول به اصطلاح زنجیره استعاره و مجاز هستش. تشبیه باید به صورت کامل جا بیفته توی ذهن. از دل این تشبیه میخوایم استعاره بسازیم، استعاره ساختن رو یاد بگیریم، انواع استعاره رو با هم دیگه کار کنیم، بعد مجاز رو بگیم و فرق مجاز و استعاره رو با هم دیگه کار کنیم. و از هر کدوم هم دیگه مثل این آرایه ها نیست که مثلا دیدی الان جناس رو توضیح دادیم، اومدیم یه تست برای زدیم، یا مثلا حسن تحلیل رو دو تا تست نوشیم اکتفا کردیم رفتیم آرایه بعد. اما توی تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه تعداد تستامون خیلی بیشتر میشه و همینطوری هی باید با اینا تا آخر سال سر کله بزنیم. امیدوارم که برای جلسه بعد که کارمون خیلی رسمیتش بیشتره و خیلی بخش